بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز با جلسه سوم فصل حرکت شناسی در خدمت شما هستیم در ادامه مطالبی که در جلسه قبل خدمت شما گفتم تو این جلسه یه سری نکات رو خدمت شما میکنیم بعد میپردازیم به یک سری پرسش ها و تمرین های کتاب درسی امیدوارم این جلسه هم براتون مفید باشه خب بچه ها شروع جلسه سوممون رو میخوام با یک نکته بسیار مهم خدمت شما بیان کنم نکته بسیار مهم ببینیم سطح زیر نمودارها بیانگر چه کمیت هایی هستند پس نکته بسیار مهم حواست باشه که سطح زیر نمودار سرعت زمان بیانگر جابجایی است و سطح زیر نمودار شتاب زمان برابر است با تغییرات سرعت فوق نکته مهمیه فوق نکته مهمیه که در اکثر تست ها مواجه میشیم باهاشون سطح زیر نمودار سرعت زمان جابجایی رو به ما میده سطح زیر نمودار شتاب زمان تغییرات سرعت رو به ما میده خب میتونید بنویسید سطح زیر نمودار سرعت زمان برابر است با جابجایی سطح زیر نمودار شتاب زمان برابر است با تغییرات سرعت خب چه جوری یادمون بمونه دو روش میگم بهتون اول اینکه سرعت متوسط میدونیم دلتا x بر دلتا t درسته طرف این وسط این کنی دلتا x میشه وی دلتا تی وی منظورم همون وی متوسطه در حرکت یک نواختم وی می نویسیم خواهید دید وی تی یعنی دلتا ایکس همین سطح زیر نمودار وی تی میشه دلتا ایکس شتاب متوسط تعریف کردیم دلتا وی بر دلتا تی طرف این وسطه این کنید دلتا وی میشه آ دلتا تی سطح زیر نمودار در یک بازی زمانی مد نظر دیگه یک بازه زمانی سطح زیر نمودار آتی منظورم آ دلتا, تی. آ دلتا تی میشه دلتا وی وی دلتا تی میشه دلتا ایکس همینه دیگه وی دلتا تی دلتا ایکس آ دلتا تی دلتا وی. اینجوری یادت باشه یا اینکه یا اینکه یه روش دیگه هم بهت بگم یادت نره سرعت واحدش چیه متر بر ثانیه ببینید سرعت واحدش متر بر ثانیه است به واحد این ضرب کن ثانیه با ثانیه حذف میشه میمونه متر چون یه بازی زمانی داری باید بگی از جنس جابجاییه خب تو اینجا شتاب واحدش متر بر مجرور ثانیه است حواست باشه شتاب واحدش متر بر مجرور ثانیه است ضرب در ثانیه کنی ثانیه با یکی از این ثانیه های مخرج ساده میشه میمونه متر بر ثانیه نمیتونی بگی سرعت چون یه بازه زمانی داری باید بگی تغییرات سرعت خب مساحت یک بازه زمانی داره دیگه خب یه نکته ای رو باید خیلی بهش توجه کنی اگه نمودار سرعت زمان بهت بدند جابجایی جایی و مسافت رو ازت بخاند خیلی تفاوت داره نمودار سرعت زمان به هم دادن به این صورت فرزن از صفر تا مثلا تی دو این تی 1 تی دو از ما میخوان جابجایی رو حساب کنم من میام دو تا مساحت رو حساب میکنم یه مساحت S1 مساحت بعدی هم اینه دیگه مساحت محصور بین نمودار V و محورتی اینم S2 جابجایی رو از ما بخوان جابجایی میام چیکار میکنم مساحت های زیر محور رو منفی در نظر میگیرم مساحت های بالای محور رو مثبت در نظر میگیرم آقا چرا این کارو میکنیم تو جابجایی گفتیم جابجایی که همیتی بود برداری میتونست منفی باشه یا مثبت باشه و حتی صفر باشه جابجایی های زیر محور تی منفیه جابجایی های بالای محور مثبت منفی اس مثبت است ولی اگر مسافت طی شده از صفر تا تیدو رو بخواد از ما مسافت طی شده رو از ما بخواد دیگه مسافت هیچ وقت منفی نمیشد. مسافت کمیتی نرده‌ای بود و همواره مثبت باید قدر مطلق این رو با استو جمع کنیم تو جابجایی منفی این رو با این جمع می کنیم تو مسافت اندازه این رو با این جمع می کنیم مثلا این مساحت رو آوردی پنج این مساحت رو آوردی ده چون این زیر محوره میشه منفی پنج به اضافه مثبت ده میشه که کلا مثبت پنج مسافت رو بخواد پنج رو با ده جمع میکنیم میشه پونزده متر به این صورت و در نمودار شتاب زمان هم توجه کن در نمودار شتاب زمان توجه کن که به همین صورت نمودار شتاب زمان واحد شتاب متر بر مربع ثانیه شتاب تغییرات سرعت در واحد زمان بود متر بر ثانیه بر روی ثانیه میشه متر بر مجذور ثانیه واحد شتاب خب اینجا هم به همین صورت دقیقاً یه مساحت اینجا داری یه مساحت هم اینجا داری استو ازت تغییرات سرعت رو بخوان دلتا وی رو بخوان سطح زیر نمودار شتاب زمان دلتا رو میده دیگه چون این زیر محور میشه منفی است یک این بالای محوره میشه مثبت استو به این نکته خیلی توجه داشته باش در این قسمت خب بریم چند تا مثال و چند تا تست حل کنیم تا مطلب کاملا جا بیفته پرسش سه یک کتاب درسیمون با توجه به نمودار مکان زمان شکل روبرو به پرسش های زیر پاسخ دهید الف متحرک چند بار از مبدا مکان عبور می کند بچه ها مکان یعنی نقطه x مساوی صفر نمودار مکان زمان این متحرک رو داده می بینید؟ گفته متحرک چند بار از مبدا مکان دقت کنید مبدا مکان یعنی نقطه x مساوی صفر چند بار عبور می کند مبدع مکان دو بار عبور می کند از مبدع مکان یکی در لحظه t2 یکی در لحظه t4 اگه می گفت متحرک چند بار از مکان اولیه خودش عبور کرده اون وقت پاسخ چی میشد مکان اولیش اینجاست چند بار از مکان اولیش رو کرده رفته بالا یک بار در این لحظه و یک بار هم در این لحظه پس دو بار از مبدع مکان x مساوی صفر عبور کرده و دو بار هم از مکان اولیه خودش عبور کرده دقت کنید مبدا مکان x مساوی صفر مکان اولیه مکان در لحظه شروع حرکته به این نکته توجه کنید ب در کدام بازه های زمانی متحرک در حال دور شدن از مبدا خب منظورش مبدا مکان از صفر تا تی یک ببین مبدا مکان اینجاست دیگه از صفر تا تی یک رفته بالا یعنی از مبدا مکان دور شده گفته در کدام بازه های زمانی یکی صفر تا t1 از t1 تا t2 به مبدا مکان نزدیک شده از t2 تی تا تیسه از مبدا مکان دوباره دور شده در سمت منفی محور ایکس ها یکی از 0 تا t1 یکی از t تا t3 تی از تیسه تا t4 تی دوباره اومده به مبدا مکان نزدیک شده در t4 به مبدا مکان رسیده از T4 تا T5 از مبدع مکان دور شده از T5 تا T6 هم از مبدع مکان باز هم دور شده پس در کدام بازه های زمانی در حال دور شدن از مبدع یکی از 0 تا T1 یکی از T2 تا T3 یکی هم از T4 تا T6 از T4 تا T6 از مبدع مکان دور شده حالت پ در کدام بازه های زمانی متحرک در حال نزدیک شدن به مبدا نزدیک شدن به مبدا یکی از تی 1 تا تی 2 تو این بازه زمان از تی 1 تا تی 2 تو این بازه زمانی به مبدا نزدیک شده یکی هم در بازه زمانی t 3 تا تی 4 ببین از t 3 تا تی 4 به مبدا مکان نزدیک شده حالت ت جهت حرکت چند بار تغییر کرده در چه لحظه هایی جهت حرکت زمانی تغییر میکنه که در یک لحظه سرعت صفر بشه و علامت سرعت قبل و بعدش عوض بشه ببینید متحرک رفته بالا میخواد جهت حرکتش رو عوض کنه برگرده پس یکی در لحظه T1 در لحظه T1 سرعت صفر شده دقت کنه شیب مکان سرعت رو میده شیب در اینجا افقیه سرعت صفره و در لحظه T3 هم شیب افقیه و سرعت صفره پس رفته بالا سرعت صفر شده برگشته پس یه تغییر جهت اینجا داریم اومده پایین 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 اینجا یه لحظه صفر شده برگشته به سمت بالا یکی هم در لحظه تیسه جهت حرکت چند تغییر جهت تغییر کرده است دو بار در چه لحظه هایی یکی تی یک یکی تیسه گفتیم در نمودارهای مکان زمان در قله ها و دره در ها تغییر جهت خواهیم داشت میتونی یادداشت کنی در نمودارهای مکان زمان در قله ها و دره در ها تغییر جهت داریم قله و دره در, در چه لحظه هایی است یکی تی یک یکی تیسه جا یک کل در جهت محور x است یا خلاف آن متحرک اول اینجا بود شما فرض کنید هر کدوم از اینا رو یک واحد یک واحد در نظر بگیرید فرض کنید متحرک در شروع حرکت در مثبت دو متره در پایان حرکت رسیده به مثبت چهار شروعش مثبت دو پایانش مثبت چهار چون جابجایی رو خواسته اصلا به مسیر حرکت نگاه نکن ابتدا کجا بوده مثبت دو در نهایت به کجا رسیده مثبت چهار پس جابجاییش در جهت محور X بوده تمرین دو یک کتاب درسیمون شکل روبرو نمودار مکان زمان چرخ سواری را نشان میدهد که روی مسیری مستقیم در حال حرکت است الف در کدام لحظه ای دو چرخ سوار بیشتر این فاصله را از مبدع دارد خب ابتدا نمودار مکان زمان رو کاملا تحلیل کنیم بچه ها دقت کنید این دو چرخ سوار این محور زمان بر حسب ثانیه اینم محور ایکس بر حسب متره این دو چرخ سوارمون چهار ثانیه از مبدا مکان حرکت کرده بعد چهار ثانیه رسیده به چهل متری ببینید رفته در جهت محور ایکس رسیده به چهل متری از چهار ثانیه تا 6 ثانیه این نمودار نه بالا رفته نه پایین اومده ساکن مونده پس متحرک ساکن مونده دو ثانیه این دو چرخ سوار ساکن مونده نه بالا رفته نه پایین اومده اینجا ساکنه بعد از 6 ثانیه تا 8 ثانیه از 40 متری رفته رسیده به 60 متری یعنی دو ثانیه هم باز هم در جهت محور رفته رو به بالا پس در جهت محور رفته ساکن مونده در جهت محور رفته از 8 ثانیه تا 14 ثانیه که میشه 6 ثانیه متحرک در خلاف جهت محور حرکت کرده دقت کنید در جهت محور حرکت کرده ساکن مونده در جهت محور حرکت کرده در خلاف جهت محور حرکت کرده بیشترین فاصله‌ای که از مبدأ گرفته 60 متره اون هم در لحظه 8 ثانیه اتفاق افتاده در لحظه 8 ثانیه این دو چرخ سوار در بیشترین فاصله از مبدأ خودش قرار گرفته که برابر 60 متر میشه حالا بریم سؤالامون رو جواب بدیم در کدام لحظه دو چرخ سوار بیشترین فاصله از مبدأ را دارد این فاصله در مب... از مبدا که برابر 60 متر در لحظه 8 ثانیه اتفاق میفته پس پاسخ الف میشه 8 ثانیه در کدام بازه های زمانی دو چرخ سوار در جهت محور ایکس حرکت کرده گفتم از 0 تا 4 ثانیه یکی هم از 6 تا 8 ثانیه رفته در جهت محور در کدام بازی زمانی دو چرخ سوار در خلاف جهت محور حرکت کرده در خلاف جهت محور این بازی زمانی است یعنی از 8 ثانیه دا 14 ثانیه در خلاف جهت محور حرکت کرده بالا بره در جهت محور پایین بیاد در خلاف جهت محور حواسب باشه در کدام بازی زمانی دو چرخ سوار ساکن است در بازی زمانی 4 ثانیه تا 8 ثانیه دو چرخ سوارمون ساکن است بعد حالت آخر گفتی تندی متوسط و سرعت متوسط دو چرخ سوار را در هر یک از این بازه های زمانی حساب کنید بچه ها تندی متوسط و سرعت متوسط این متحرک رو ابتدا من یادآوری کنم تندی متوسط اس اوریج میشه ال بر دلتا تی و سرعت متوسطش هم میشه دلتا X بر دلتا تی خب حالت آخر این مسئله تندی متوسط و سرعت متوسط رو در هر یک از این بازه ها حساب کنید از صفر تا دو ثانیه ببینید در صفر در مبدا در دو ثانیه اگه دقت کنید یه کمی از 20 متر بالاتره فرض میکنیم در 25 متریه یعنی در لحظه تی مساوی صفر ایکسش صفر در لحظه تی مساوی دو ثانیه ایکسش 25 متره خب تغییر جهتی هم که نداده چون تغییر جهت نداده مسافت طی شده با اندازه جابجایی برابرند خب من تندی متوسطش رو حساب میکنم 25 متر رفته بالا انگار 25 قدم ورداشته رفته بالا ال بر دلتا میشه 25 به دلتا تی زمانش هم که از صفر تا دو میشه دو میشه دوازده و نیم متر بر سانی. سرعت متوسطش رو بخوام حساب کنم میشه دلتای ای ایکس بر دلتای ای تی دلتای ای ایکس چقدره؟ از صفر رسیده به 25 میشه 25 متر یکی از صفر به 25 متر حرکت کنی یعنی 25 متر جابجا جا شده بازه زمانیش هم میشه 12 و نیم متر بر ثانیه این از این این از صفر تا دو ثانیه بعد گفته از 4 ثانیه تا 6 ثانیه 4 تا 6 ثانیه خب تو 4 کجا بوده تو t مساوی 4 ثانیه بچه‌ها تو t مساوی 4 ثانیه دقت کنید در 40 متر بوده xش 40 در 6 ثانیه کجاست بازم xش 40 انگار این متحرک اصلا حرکتی نکرده ساکم بوده دیگه چون ساکم بوده اس اوریجش هم میشه صفر وی اوریجش هم میشه صفر اینم از چهار ثانیه تا 6 ثانیه بعد گفته از دو ثانیه تا پنج ثانیه از دو ثانیه تا پنج ثانیه اینجا می نویسم براتون تو دو ثانیه کجا بوده؟ تو دو ثانیه رو نمودار نه. دقت کنید تو دو ثانیه در 25 متری بوده ایکسش 25 متره ایکس یکش تو پنج ثانیه کجاست؟ تو پنج ثانیه هم دقت کنین تو پنج ثانیه پنج ثانیه بین چهار تا شیشه دیگه ساکن بوده تو پنج ثانیه یعنی تو لحظه پنج ثانیه در لحظه پنج این ساکن بوده یعنی x دوش چهله خب تغییر جهتی هم باز هم نداده الش رو حساب کنی از 25 تا چهل میشه 15 متر و دلتا ایکسش هم حساب کنی چهل منای 25 اینم میشه 15 متر پس اس اوریجش میشه ال بر دلتا تی 15 زمانم که س میشه 5 متر بر ثانیه و وی اوریجش هم میشه دلتا X بر دلتا تی اینم میشه 15 سوم اینم میشه 5 متر بر ثانیه جالب اینو بدونی که زمانی تندی متوسط با اندازه سرعت متوسط برابر میشه که متحرک تغییر جهت نداده باشه ولی دقت کنید در بازی زمانی صفر تا چهارده ثانیه هشت ثانیه تا چهارده ثانیه رو هم از ما خواسته تو هشت و چهارده دقت کنید هشت ثانیه تا چهارده ثانیه این بازی زمانی دو ثانیه تا پنج ثانیه شد در بازی زمانی 8 ثانیه تا 14 ثانیه اگه دقت کنید تی مساوی 8 ثانیه باشه x چنده رو نمودار x 6 مزرعت می‌خوام 60 مساوی 14 ثانیه x چنده در 14 ثانیه x 0 حواست اینجا باشه جا جاییش از 60 رسیده به صفر میشه منفی 60 یا جابجایی میشه x ثانویه منهای x اولیه که میشه صفر منهای 60 میشه 60 متر ولی مسافت طی شده میشه 60 متر مسافت طی شده دقت کنید منفی 60 در واسط باشه منفی 60 متر پس دقت کنید بیایم روی نمودار بیایم روی نمودار از 8 ثانیه تا 14 ثانیه دقت کنید از 8 ثانیه تا 14 ثانیه تو 8 ثانیه تو 60 متری بوده تو 14 ثانیه رفته به مبدا مکان انگار 60 متر اومده پایین تر چون اومده پایین تر جابجاییش منفیه دیگه جابجاییش میشه منفی 60 متر ولی مسافت طی شده انگار 60 قدم برداشته تا رسیده به مبدا مسافت طی شده, شده شده 60 پس من بخوام تندی متوسطش رو حساب کنم اس اوریجش رو حساب کنم میشه ال بر دلتا تی ال شست دلتا تی هم از چهار از هشتا اه... چارده ثانیه بازه زمانیشه دیگه می... میشه ش... شیش ثانیه میشه ده متر بر ثانیه ولی سرعت متوسطش حواست باشه دلتا ایکس بر دلتا تیه منفی شست شیشم میشه منفی ده متر بر ثانیه و حالت آخر که گفته از صفر تا چهارده ثانیه دقت کنید در صفر تو مبدا بوده در چهارده ثانیه هم برمیگرده به مبدا جابجاییش صفر سرعت متوسطش صفر میشه ولی مسافت طی شدهش میشه 120 متر کلا مسافت طی کرده تو 14 ثانیه میشه 120 14م که میتونید ساده کنید و به مسافت طی شده برسید مثال هفت یک شکل روبرو نمودار مکان زمان متحرکی را نشان می دهد که در امتداد محور ایکس در حرکت است دی یک و دی دو خطهای مماس بر منحنی را در دو لحظه متفاوت نشان می دهند در کدام لحظه سرعت متحرک بیشتر است؟ طبق توضیحاتی که خدمت شما ارائه دادم گفتم شیب مماس نمودار مکان زمان بیانگر سرعت لحظه است هر وقت شیب بیشتر بشه یعنی سرعت لحظه بیشتره هر وقت شیب افقی بشه یعنی سرعت صفره گفته در کدام لحظه سرعت بیشتره با یه نگاه مشخصه که شیب این خط از شیب این خط بیشتره پس سرعت در لحظه تی دو شیب مماس بیانگر سرعت در یک لحظه است شیب مماس در یک لحظه بیانگر سرعت در همان لحظه است شیب این خط از شیب این خط بیشتره و طبق توضیحاتی که داده با توجه به شکل شیب خط دی دو بیشتر از شیب خط دی که پس سرعت متحرک در لحظه تی دو بیشتر از سرعت در لحظه تی که توجه کنی که شیب دو خط مثبت بنابراین سرعت نیز در هر دو لحظه مثبت یعنی در جهت محور X. پرسش پنج یک پرسش مهم است شکل روبرو نمودار مکان زمان متحرکی رو نشون میده که در امتداد محور ایکس حرکت میکنه از لحظه صفر تا لحظه تی یک گفته سرعت متحرک رو به افزایش یا کاهشه بچه ها شما بیایید در هر لحظه شیب مماس بکشید متوجه میشید که این شیبه ها رفته رفته دقت کنید در لحظه صفر اگه شیب بکشی به این صورت میشه تو این لحظه یه شیب بکشی به این صورت میشه شیب ها رفته رفته چی کم میشن ببین شیب خط مماس ها رفته رفته کم میشن تا در لحظه تی یک شیب ما افقی میشه یعنی سرعت در لحظه تی یک صفر میشه پس سرعت متحرک رفته رفته رو به کاهشه تا در لحظه تی یک شیب افقی میشه و سرعت صفر میشه از لحظه صفر تا تی یک سرعت متحرک رو به کاهش در لحظه تی یک مماس بر منحنی گفته موازی محور زمان سرعت در این لحظه چقدره سرعت در لحظه تی یک هم گفتیم صفر میشه تمرین سه یک شکلی روبرون مدار مکان زمان متحرکی را نشان می‌دهد خط مماس بر منحنی در لحظه تی مساوی 4 ثانیه رسم شده است سرعت متحرک را در این لحظه پیدا کنید باز هم تکرار و تکرار شیب مماس نمودار مکان زمان در یک لحظه بیانگر سرعت در همان لحظه است خب در لحظه تی مساوی چهار ثانیه اومدی خط مماس کشیده کافی شیب این خط رو پیدا کنم بگم سرعت در لحظه چهار ثانیه هم برابر همون شیبیه که پیدا کردم خب شیب این خط رو چجوری پیدا کنم مقابلش رو که دارم 6 واحد مقابل 6 واحد مجاورش هم که از یک تا 4 میشه 3 واحد شیب یعنی مقابل رو به مجاور تقسیم کن اینجا آلفا بذاری شیب همون تانجانت آلفاست زل مقابل به زل مجاور مقابل 6 مجاورش 3 6 سوم میشه 2 شیب خط در لحظه 4 ثانیه میشه 2 پس سرعت در لحظه 4 ثانیه میشه 2 متر بر ثانیه تمرین سوم کتاب درسی در شکل زیر نمودار سرعت زمان سه متحرک داده شده است الف شتاب سه متحرک را به طور کیفی با یکدیگر مقایسه کنید به شتاب هر متحرک را به دست آورید حالت جیم هم داره که در بالای صفحه است نگاه کنید در کتاب درسیتون گفته در بازه زمانی 0 تا 10 ثانیه جابجایی این سه تا متحرک رو با هم مقایسه کنید خب شتاب شتاب چه زمانی متولد میشه زمانی که سرعت متحرک تغییر کنه تغییرات سرعت به بازی زمانی تغییرات رو میگفتیم شتاب متوسط پس شتاب مفهومش رو کاملا بلدی مثال زدم شتاب سمت متر بر مجذور ثانیه یعنی در یعنی چی یعنی در هر ثانیه سه تا به سرعت متحرک اضافه میشه یا شتاب منفی باشه و همون اندازه در واحد زمان از سرعت کم میشه در نگاه اول کاملا مشخصه که این متحرک B که با سبز رنگ نشون داده تغییر سرعتی نداره با گذشته زمان سرعتش همون 20 باقی مونده پس این شتابش صفره این حرکتش حرکت با سرعت ثابته شتاب نداریم یعنی سرعتش ثابت ولی متحرک های C و A شتاب دارند چون سرعتشون به طور منظم تغییر کرده ببین به طور منظم سرعتشون تغییر کرده منحنیوار نیست که بگیم شتاب متغیر اینا به صورت مستقیم و منظم سرعتشون زیاد شده پس شتابدار با شتاب ثابتند. و شیب سی از شیب آ بیشتره شیب سرعت چیانشون نشون میداد شتاب و نشون میداد شیب سرعت شتاب و نشون میداد شیب این از این بیشتره و شیب این هم که صفر دیگه پس شتاب این از این بیشتره و این هم شتابش از این بیشتره شتاب این هم که صفره پس مقایسه کنم شتاب C بیشتر از شتاب آ شتاب آ بیشتر از شتاب B که مساوی صفره شتاب B که مساوی صفره این مقایسه شتاب ها گفته شتاب هر متحرک را به دست آورید سوال اینجاست این شتاب منظور شتاب لحظه است یا شتاب متوسطه اینها این دوتا منظورم سی و آ شتابدار با شتاب ثابتند یک کمیت ثابت باشه متوسطش با لحظه ایش برابره پس منظور از شتاب اینجا شتاب لحظه ایه که برابر با شتاب متوسطه خب برای متحرک سی دقت کنید در ده ثانیه سرعتش 20 تا زیاد شده تغییرات سرعت به مدت زمان تغییرات میشه چی؟ 20 تا تغییر کرده سرعتش تو چه زمانی تو ده ثانیه؟ 20 دهم میشه دو پس شتاب متحرک سی میشه دو متر بر مجرور ثانیه متحرک آ رو ببینید اطلاعاتی که داده تو 20 بیست ثانیه 20 تا سرعتش زیاد شده تغییر. تغییرات سرعتش 20 بازه زمانی هم 20 دلتا وی بر دلتا تی میشه 20 20 میشه یک متر بر مجذور ثانیه شتاب این دو متر بر مجذور ثانیه شتاب این یک متر بر مجذور ثانیه و شتاب اینم که صفر اینم شتاب هر متحرک رو به دست آوردیم بعد گفته در بازه زمانی صفر تا ده ثانیه جابجایی این سه تا متحرک رو با هم مقایسه کنید بچا گفتیم سطح زیر نمودار سرعت زمان برابر جابجایی است سطح زیر نمودار سرعت زمان برابر جابجایی است متر بر ثانیه رو به ثانیه ضرب کنی میمونه متر میشه جابجایی چون بازه زمانی داریم میشه جابجایی پس سطح زیر نمودار سرعت زمان برابر است با جابجایی این متحرک رو دقت کنیم متحرک بی مساحتش این مستطیل میشه مساحتش میشه این مستطیله سطح زیر نمودارش این قسمت این مستطیل متحرک C مساحتش این مسلس است ببینید مساحتش این مسلس بزرگه و متحرک آ تا ده ثانیه مساحتش این مسلس کوچیک است پس چه نتیجه ای می میگیریم؟ این مستطیله مساحتش از این مسلس بزرگه بیشتره این مسلس بزرگه هم مساحتش از این مسلس کوچیکه بیشتره پس نتیجه میگیریم تا ده ثانیه جابجایی بی بیشتر از سیه و جابجایی سی هم بیشتر از آست دلیلش چیه چون سطح زیر نمودار بی تا ده ثانیه بیشتر از سطح زیر نمودار سیه و سطح زیر نمودار سی هم که مثلث بزرگ است بیشتر از سطح زیر نمودار مربوط به متحرک آ هست هرچقدر مساحت بیشتر باشه در نمودار سرعت زمان جابجایی هم بیشتر